همکاری ایران و آفریقای جنوبی در ساخت موشک پدافندی زوبین، نوآوری در دفاع هوایی. همکاری ایران و آفریقای جنوبی در توسعه موشک پدافندی پیشرفته، انتقال فناوری موشک‌های پدافندی پیشرفته آفریقایی به ایران. سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. امروز اینجاییم تا به یکی از مهمترین پدافندهای ایران بپردازیم، یعنی سامانه پدافندی زوبین. سامانه هایی که خیلی ها میگن با کمک آفریقای جنوبی و به نوعی مهندسی معکوس یکی از موشک‌های اونا ساخته شده. ریشه پخش شدن این شایعه هم برمیگرده به اواخر دهه 90 که آفریقای جنوبی درخواست مجوز از شورای امنیت کرده بود تا این موشک رو به ایران بتونه به شکل رسمی بفروشه، ولی بعد از رد شدن این درخواست مجوز بود که گویا دو کشور دست از همکاری بر نداشتند و به جای فروش و انتقال خود موشک، فناوری این موشک پدافندی به ایران منتقل شده که برای پر کردن خلأ موجود توی سامانه‌های پدافندی توی کشور ما حسابی مهم و با ارزشه. پس امروز ما در ابتدا به موشک مبدأ یعنی موشک آفریقای جنوبی خواهیم پرداخت، موشکی که به اسم اومخونتو اونو میشناسن، و بعد هم به موشک ایرانی که اون رو هم با اسم نواب و نمونه زمین پایه به اسم زوبین میشناسیم، و در آخر نگاهی کوتاه به نسخه جدید نواب هم خواهیم داشت که هنوز رونمایی نشده. پس آخر ویدیو همراه ما باشید. فقط قبل از شروع لایک و کامنت یادتون نره، چون به تیم جنگاور انرژی میده و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. با افزایش تهدیدات هوایی و موشکی بود که سامانه‌های پدافندی در بردهای متفاوت برای رفع مخاطرات توسعه پیدا کردند و رنگ‌گلایه‌های پدافندی در رنج‌های متفاوت ایجاد شدند و به شکل کلی به سه رنگ پدافندی بلند، متوسط و کوتاه برد میشه اونا رو لایه بندی کرد. پس در هر رنگ پدافندی چندین لایه وجود داره، از پدافندهای برد بلند مثل باور 373 گرفته تا رادار برد بلندی مثل قدی، تا همچنین میان بردهای مثل 15 خرداد و 3 خرداد. اما خیلی وقت بود جای یک پدافند قابل اعتماد در لایه آخر پدافندی ایران حس میشد، و الان هم چون اکثر سامانه های پدافندی کوتاه برد ما تعدادشون کمه کاملا حس میشه. البته سامانه های دیگه مثل آذرخش و مجید هم هستن که در تعداد بالا تولید شدن، اما اونا نمیتونن مثل زوبین با طیف گسترده از اهداف درگیر بشن. این موشک از سیستم لانچ عمودی یا ورتیکال لانچ سیستم استفاده میکنه. در واقع با پیشرفت موشک و سوخت موشک‌های پدافندی بود که چند سالی هستش که دنیا به سمت یک پدیده جدید و پیچیده رفته، یعنی موشک‌های کروز. موشک‌های با سرعت‌های متفاوت از سابسونیک تا هایپرسونیک، همچنین با طراحی‌های متفاوت اما با پلتفرم پروازی تقریبا یکسان، یعنی پرواز در پایین ترین ارتفاع ممکن برای گزند از رادار دشمن. اما به جز موشک‌های کروز، یک سلاح دیگه هم به دنیا معرفی شد. یکی از اون معرف‌ها ایران بود، یعنی پهپادها. از پهپادهای با اندازه بزرگ گرفته در نقش بمب افکن تا پهپادهای انتحاری و کامیکازه مثل شاهد و لنسیت و غیره، همچنین کوادکوپترهای مسلح رو نباید فراموش کنیم. تمام اینا به مرور زمان باعث متحول شدن سامانه‌های پدافندی در دنیا شد و دنیا به سمت و سوی جدید رفت. سامانه‌هایی که میتونن در ارتفاعی پایین با انواع تهدیدات مقابله کنن، یعنی سامانه‌های ارتفاع پست و برد کوتاه. ایران هم چندین نمونه از این سامانه‌ها رو ساخته، مثل زوبین و نواب، آذرخش و مجید. اما غیر از این پهپاد و موشک‌ها، یک چیز دیگر هم باعث شد که ایران به این سمت و سو بره، یعنی تجربه از جنگ های اخیر در اروپا و آسیا، تجربه از جنگ ارمنستان و آذربایجان و تجربه از جنگ اوکراین و روسیه. آذربایجان تونست با پهپاد هاروپی اسرائیل ضربات سنگینی رو وارد کنه و روسیه هم با ترکیبات کروز و پهپادهای شاهد ایرانی که در انواع مختلف در روسیه موجودن تونست تلفات سنگینی بگیره، و برعکس اوکراین هم با کوادکوپتراش تونست تلفات بگیره. همه این عوامل دست به دست هم دادن تا تمام کشورها و علل خصوص ایران سرمایه گذاری عظیمی روی پدافندهای برد کوتاه بکنن. اما ناوها هم به از این دست پدافندهای کوتاه برد و ارتفاع پست خیلی نیاز دارن تا سامانه دفاع از خودشون یا ناو گروه رو داشته باشن. پس این نوع پدافندها هم روی زمین مهم هستن و هم روی دریا. اما حالا بریم سراغ نمونه آفریقایی زوبین.
به صورت کلی آمخونتو در دو نسخه اصلی معرفی شده. نسخه هدایت کامنده فورسرخ با کد IR و ERIR و نسخه هدایت راداری با کد R شناخته میشن. خود نسخه هدایت کامنده فورسرخ که با دو کد مشخصه در واقع مربوط به بردمونه. IR یک موشک کوتاه برد و در 3 بلاک تا کنون توسعه و معرفی شده و حداکثر 20 کیلومتر برد داره. بلاک یک این موشک که در واقع اولین نسخه از این نیز هست که در واقع اولین نسخه از اون هم هست دارای ماکسیموم برد 12 کیلومتریه. این موشک در تمام نسخه های خودش از لانچرهای عمودی و به صورت VLS و به شکل گرم شلیک میشه. این موشک از یک کاونده قدرتمند فروسرخ بهره میبره. از اونجا که این موشک برای وظیفه گنسی مقابله با اهداف چالاکی همچون موشک‌های ضد کشتی ساخته شده، توانایی‌های بالایی در مانور داره و میتونه تا فشار 40 جی مانور بده. برای این کار به سیستم بردار رانش خودش متکیه. بلاک دوم این موشک با همکاری فنلاند ساخته میشه و دارای یک کاونده فروسرخ بهتر و اصلاحات مسیر پروازی. به گونه‌ای که برد موشک در بلاک 2 به 15 کیلومتر افزایش یافته. در حال حاضر نیروی درگاهی فنلاند از بلاک 2 موشک آمخونتو بر روی ناوچه‌های موشک اندازه کلاس هامینا و مین ریز هامینما استفاده میکنه. ارتش آفریقای جنوبی دست به توسعه بلاک 2 میزنه و میتونه افزایش مقداری از طول موشک اون رو به برد 20 کیلومتر برسونه. همچنین نسخه دوربردتر این موشک نیز در دست توسعه قرار میگیره که تا 30 کیلومتر برد داره و در واقع حاصل توسعه بلاک 2 و با کد ERIR شناخته میشه. همچنین نسخه هدایت فعال راداری آمخونتو نیز در دست توسعه قرار داره. این موشک علاوه بر برد بیشتر توانایی درگیری در ارتفاع بیشتر رو نیز داره. همچنین این موشک بردی بیش از 60 کیلومتر داره و میتونه تا ارتفاع 15000 متری با دشمن درگیر بشه. اما حالا برسیم به نواب. فقط قبل از شروع بگم که این سامانه دریاپایه نواب اسم داره و زمین پایش میشه زوبین. با موشک های عمود پرتاب یا VLS که میشه Vertical Launch System به منظور نصب بر روی ناوشکرهای نیروی دریایی ارتش تحت توسعه قرار داره که بعدها از نسخه زمینی اون به نام زوبین رونمایی شد. سامانه این موشک برد کوتاه زوبین با قابلیت تاکتیکی و تحرک بسیار بالا و همچنین قابلیت دفاع 360 درجه میتونه 100 هدف رو کش و با استفاده از موشک های عمود پرتاب یا VLS به صورت همزمان با 8 هدف درگیر بشه. برد کشف رادار این سامانه برای کشف انواع اهداف با سطح مخزن راداری کم و متوسط 30 کیلومتر و برد درگیری اون با اهداف متخاصم 20 کیلومتر. این رادار قابلیت کشف موشک‌های کروز و اهدافی با سرعت 2 ماخ و سطح مخزن راداری 1 متر مربع رو در برد 30 کیلومتری داشته. با چنین ویژگی‌های سامانه زوبین قادره با اغلب موشک‌های کروز، هواپیمایی بدون سرنشین، جنگنده‌های متخاصم در ارتفاع کم و همچنین مهمات دوریستان مقابله کنه. این سامانه در نسخه دریایی الان روی ناو شهید سلیمانی عملیاتیه که قراره در آینده روی ناو دیلمان هم شاهدش باشیم. و در کل قراره اصلی‌ترین موشک پدافندی کل ناوگان دریایی ایران بشه. بجز این تفاصیلی که گفتیم، این سامانه در صورت تولید انبوه میتونه خلای نبودی یه سامانه قدرتمند برد کوتاه رو برای گرام پر کنه. زوبین هم در نسخه جدید به کاونده مجهز شده و بردش افزایش پیدا کرده. زوبین یه طورایی رقیب آمخونتو است و شباهت‌هایی هم به هم دارن. مثل وینگ های میانی و پترن سوختن و آتش عقبه موتور دو موشک. اما خیلی ها میگن زوبین یه کپی 100% از این موشکه. اما این باور کاملا غلطه. چون بر اساس وینگ و پترن سوختن نمیشه موشکی رو کپی موشکی دیگر دونست، چون کلا ساختار عمل کرده هر دو موشک خاص خودشونه. اما نسخه جدیدتر نواب هم برای ناوهای ایرانی در حال ساخته که تلفیقش با یک رادار توانا میتونه بسیار مؤثر باشه. این موشک هم از سایت الکترو اپتیک گیمبال برخورداره و هم بردش افزایش داشته و هم میتونه در ارتفاع پایینتری با اهداف درگیر بشه که این خبر خوبی برای ایران و خبر بدی برای کروزهای متخاصمه. و در نهایت هم در مورد وضعیت تولید انبوه و خصوص تولید این موشک باید بگم که سامانه زوبین چون اساساً یه پلتفرم موشکی و راداری جدید به نسبت کل سامانه‌های فعلی کشور حساب میشه، تفاوت و قطعات خاص خیلی زیادی برای خودش داره که ایجاد خط تولید اونو برای کشوری مثل ما کمی دشوار کرده و به دلیل تنوع بالای سامانه‌های پدافندی ساخت ایران، کمی تمرکز صنایع موشکی وزارت دفاع برای ایجاد خصوص تولید این سامانه دشوار شده
ولی بر اساس اطلاعات و شواهد و قرائن با توجه به نیاز فوری و اساسی کشور به وجود چنین سامانه‌های موشکی هستش که ایران قصد داره خطوط تولید این سامانه رو حداکثر تا سال 1404 رونمایی بکنه و این سامانه رو به شکل بسیار بالاتر در بخش زمینی و به ویژه دریایی که حسابی روش حساب باز شده نصب بکنه. و در حال حاضر هم خیلی از ناوگان کشور از جمله ناو دیلمان و حتی ناو شهید سلیمانی آماده دریافت این سامانه ها هستند. ولی مثلا توی همین کلاس شهید سلیمانی به دلیل نبود خطوط تولید یک پارچه بسیاری از کنیسترهای موشک ناو خالیه. و ساده تر میگم، با وجود داشتن ناوگانی با توانایی حمله این موشک، خطوط تولید ما برای پر کردن و مجهز کردن این ناوگان همچنان آماده نیست. و بعد از حملات اخیر اسرائیل به ایران هم ایران تمرکز خودش رو برای افزایش تولید این سامانه بیشتر کرده و یه جورایی بخش زمینی و سامانه زمین پایه در کشور الان بیشتر خواهان پیدا کرده که به معنای افزایش تمرکز بودجه روی این سامانه هستش. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید و از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت دیگه، خدایا رو نگهدار.